سلام و صد سلام مردم خبری های عزیز و گرانقدر، به اولین پنجشنبه دیماه خوش اومدید در استودیو پارسا. من بهناز قدسی تمام قد و با احترام برای اجرای آیتم کاریکاتورخوانی در خدمت شما هستم. خوش اومدید به آیتم من. همراهی بفرمایید، نگاهی بندازیم به مسائل روز و جهان از نگاه کارتونیست های و هنرمندان خوب کشورمون. برای اولین بخش این روز ما بریم با یه عکس زیبا شروع بکنیم، در حالی که پنجشنبه پنجم دی ماه رو خورشید در حالی آغاز به کار کرد که بله، این گونه ماه قسمتی از اون رو پوشونده بود و زیباترین خورشید گرفتگی رو در تهران آقای احمد رضا به اشتراک گذاشتن، این عکس رو گرفتند و خلاصه به اشتراک به این زیبایی گذاشتن. گفتم کاریکاتورخوانی امروز رو با این عکس خورشید گرفتگی در آسمان تهران شروع کنیم. بریم سراغ کارتون هامون. بله، بریم خانم طراوت نیکی در نیشخط به یک سوال نوستالژی که همه ما جواب داده: آقا علم بهتر است یا ثروت؟ از بچگی از ما سوال میکردن علم بهتر است یا ثروت، و البته نگاه متفاوت خانم طراوت نیکی به این مسئله قابل تأمله. و در کارتونی که ایشون به تصویر کشیده، معلم در حالی که از دانش آموز میپرسه علم بهتر است یا ثروت، و دانش آموزی که میگه آقا اجازه، پدرمون میگه رانت از همشون بهتره. و این هم در این روزگار ما شاید نگاه نوعی باشه به جواب دادن به این سوال که علم بهتر است یا ثروت. بریم سراغ کارتون بعدی. بریم سری بزنیم به سوژه اقتصادی، نگاهی بندازیم به نمودار اقتصادی و پیکانی که در مسئله قیمت دام، نگوشت، قیمت دام رو به پایین اومدن هستش و این کاهش قیمت رو نشون میده. در خبرها خوندید در حالی که قیمت دام 40% در حال کاهش هستش، قیمت گوشت همچنان بر سبیل گرانی باقی مونده و داره راه خودش رو ادامه میده. تسلیم که این کاریکاتور رو به اشتراک گذاشته، کارتونیست در کارتونی که مشاهده میفرمایید، در حالی که این پیکان افزایش قیمت رو به سراشیبی هستش، گاو به گوسفند میگه این گوشت ها به کجا وصلن که پایین نمیان؟ واقعا به کجا وصلن که پایین نمیان؟ بریم کارتون بعدی رو با هم ببینیم در کاریکاتورخانی پنجمین روز از ماه دی. بله، فیتیل بازم تعطیله، و این شعار و سرود بسیار زیبایی که ما در موقع مدرسه خیلی این سرود رو دوست داشتیم که بخونیمش، زمان ما زیاد اتفاق نمیافتاد مگه اینکه برف میومد. اما این روزها که آلودگی هوایی تهران، افزایش آلاینده ها باعث شده که چند وقتی است مدارس به حال در حالت تعطیلی هستند. و در کامنتی که خورده بود روی این کارتون اینطور عنوان کرده که اگه قبلا میخواستیم ماشینی بخریم میگفتیم مال خانم دکتره چند بار رفته مطب و برگشته، در حالی که این روزها باید بگیم مال یه خانم معلمه، بعضی وقتا که مدرسه باز بوده یه سری به مدرسه میزده. این هم نگاهی به تعطیلی مدارس در زمانی که آلودگی هوا خیلی زیاد باعث تعطیلی مدارس شده. و اما کارتون بعدی که با هم نگاهی خواهیم داشت، بله، نگاهی دوباره میندازیم به زندگی کولبران در غرب کشورمون، و همونطور که فارس در این تصویر و این کارتون بسیار زیبا کشیده و به اشتراک گذاشته، کولبری رو میبینید که زندگی و کاشانه اش در واقع بر روی کولش هست و از این راه صعب العبور امرار معاش میکنه. و یادی میکنیم از دو جوان و نوجوان، جوان هم نه، نوجوانی که هفته گذشته در ارتفاعات تته در مریوان جان خودشون رو در زمان کار در کولبری از دست دادن. و این هم نگاه جالب فارس به زندگی کولبران در غرب کشورمون بودش. و اما کارتون بعدی که امروز با هم خواهیم دید، تشکر رب پهلوی از آمریکا به خاطر تحریم ها هستش. در کارتون میبینید زندگی پریروز، دیروز و امروز پهلوی ها. در پریروز که تمام پهلوی به خاطر اشغال ایران از آمریکایی ها تشکر میکنه، دیروزی که نیم پهلوی از کودتا از آمریکایی ها تشکر میکنه، و در حال حاضر رب پهلوی از تحریم ایران از آمریکا تشکر میکنه. و نگاه جالبی بود به هر حال فرمانبرداری این پهلوی ها از آمریکا. بله، خب بریم سراغ بعدی. خب نگاهی بندازیم به آخرین کار گروه دیرین دیرین
که در که همین چند روز اخیر منتشر شده و نگاه جالبی هست به کسانی که میان کارت ملی شما رو از شما میخوان بگیرن و فریب میدن مردم. و در این کارتون، در این ویدیو که براتون آوردم، گوش بدید و لذت ببرید و نگاه طنزی که دیرین دیرین به این مسئله داره باعث میشه که ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. من بهناز قدسی از همینجا از استودیو پارسا از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که به کار دیرین دیرین توجه بفرمایید. تا درودی دیگر، بدرود. آخر هفته خوبی داشته باشید. دیرین دیرین. این داستان گول خوریه دو گول بدهم؟ گولهای جدید و متنوع. آقا گول میخوری بدهم؟ چه گولی مثلا؟ مثلا من بگویم پولهایت رو بده به من، اینجا بکارم درخت پول در بیاید، ولی در واقع ازت بدوزدم. باشه بابا، مگر پیند وکیو هستم؟ خیلی قدیمی است، جدید چه داری؟ آه، بهت دلار بفروشم، بعد بفهمی تقلبی است، فقط دیر بفهمی ها. نه، اخلال در بازار ارز را دوست ندارم. دیگر چه داری؟ این را عمرم به توانی رد کنی. کارت بانکیت را زیت میگیرم و ماهی صدها هزار درغاز به خاطر یک کارت خالی بهت میدم. خیلی خوب است، این گول را میخورم. آجان اینا که میان کارت بانکی میخرن یا اجاره میکنن، میرن براش کارهای خلاف و غیرقانونی مثل پولشویی، فروش سلاح و مواد مخدر، تولید محتواهای غیر اخلاقی، تامین مالی تروریسم و اینا رو انجام میدن. اما رو باید میگفتن دیگه، اون وقت طبق قانون شما رو متهم میکنن. حواستون باشه. یک سوال، چرا برای یک کارت خالی این همه میخوای پول بدهی؟ دلیل خاصی ندارد، عاشق چشم ابرویت هستم. آها، بله، با این چشم ابرویی که من دارم من تو بیست